یکی از مشکلاتی که مقابل اکثر زبان آموزان وجود داره، هراس از ابراز دانسته هاست. اجازه بده یه توضیح مختصر در خصوص این نوع هراس که بسیار رایج هم هست بین زبان آموزا براتون توضیح داده بشه. تعریفی که ما اینجا از این هراس داریم ممکنه کمی با اون تعریف عمومی که از ترسیدن و هراسیدن وجود داشته باشه کمی متفاوت باشه. منظور ما هراس از ابراز دانسته ها به هر دلیلی است. شما در ازای مطالبی که مطالعه میکنید به عنوان ورودی، خروجی باید داشته باشید که در مورد این موضوع در فایلای صوتی قبلی توضیح دادیم. خروجی میتونه در دو حالت، نوشتن یا به صورت صحبت کردن باشه. چند نمونه از این هراس ها رو براتون مثال میزنیم. یکی ترس از اشتباهاتیه که ممکنه شما داشته باشید و به دلیل این اشتباهاتی که ممکنه شما مرتکب بشید، ممکنه دیگران به شما بخندن و اینکه شما خجالت بکشید از ابراز دانسته هاتون و اینکه دیگران در مورد ما چه فکری خواهند کرد، چه برداشتی خواهند کرد، اینکه مورد تمسخر دیگران قرار بگیرید، ترس از اینکه اگر انگلیسی صحبت بکنید یا بنویسید شاید تو نظر دیگران غیر طبیعی به نظر برسید، یا هر کس به نسبت شرایط مختلفی که داره ممکنه یکی از این هراس ها رو داشته باشه و یا به هر دلیل ناشناخته دیگه‌ای که ممکنه شما به اون دلیل بیان و ابراز دانسته نداشته باشید. حقیقت اینجاست برای رسیدن به موفقیت و مخصوصا در یادگیری صحیح و اصولی زبان باید هراس ها و ترس ها رو دور ریخت. یکی از راه های غلبه بر این دسته از هراس ها اینه که این دسته از هراس ها رو باید بشناسید. بدونید کاملا دلیل منطقی این که شما نمیخواید خروجی داشته باشید چیه؟ اینا رو خوب بشناسید، درک بکنید، دلیل منطقی براش داشته باشید، اینکه دور بریزید این ترس ها رو، این هراس ها رو دور بریزید. و حقیقت اینجاست برای رسیدن به موفقیت باید خروجی داشته باشید، باید بنویسید، باید صحبت بکنید. تا زمانی که شما صرفاً دنبال جمع‌آوری اطلاعات باشید، اینکه هزاران هزار لغت شما اگر بدونید، هزاران واژه بدونید، هزاران فریز بدونید، هر چه که شما بدونید، تا زمانی که خروجی نداشته باشید به اشتباهاتتون پی نمیبرید و طبیعتاً اگر به اشتباهاتتون پی نبرید نمیتونید اون رو اصلاح بکنید و همینطور اطلاعات شما بلا استفاده خواهد بود. همیشه سعی بکنید خروجی داشته باشید. مهم نیست دیگران چه فکری میکنن، مهم اینه که شما در راه فراگیری صحیح هستید، مهم اینه که روز به روز در راه پیشرفت و در راه رسیدن به هدفتون دارید گام برمیدارید، درست دارید یاد میگیرید. این رو همیشه تو نظرتون داشته باشید. برای رسیدن به موفقیت باید اشتباه کرد، باید دوچار اشتباه شد، اشتباهات کوچیک، اشتباهات بزرگ، هیچ اشکالی نداره. ما زبان آموزیم و زبانشناس نیستیم، حتی زبانشناسان هم اشتباه میکنن. اینو بارها ما تو مجموعه انگلیسی مثل آب خوردن به صورت بسیار مفصل در مورد این موضوع صحبت کردیم. اگر دوست داشتید میتونید این مجموعه آموزشی رو تهیه بکنید و در مورد این موضوع بسیار مفصل در این مجموعه آموزشی توضیح دادیم. همچنین در مورد عوامل مؤثر بر یادگیری زبان و تکنیک‌های کلیدی یادگیری زبان توضیح مفصل داده شده. برای اطلاعات بیشتر میتونید به سایت مراجعه کنید، abcxyz.ir. انگلیسی به سابق خوردن، دوست و همراه شما در مسیر فراگیری عالی زبان.